به نام خدا، با عرض سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری فارسی 5:30 را پی میگیریم. در آغاز سرخط چند خبر مهم. به شهادت رسیدن حدود 40 غیر نظامی در ولایت سرپل. والی سرپل میگوید که این افراد از سوی افراد وابسته به گروه طالبان به شهادت رسیدند. تأکید آمریکا بر تغییر رویکرد پاکستان در کار مبارزه با تروریسم. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته است که پاکستان علیه گروه‌هایی که امنیت افغانستان را تهدید می‌کند با جدیت عمل نکرده است. و متهم شدن آمریکا به تلاش برای از بین بردن توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان. امروز یک شنبه 15 اسد سال 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 6 ماه آگوست سال 2007 میلادی. شرح خبرهای 5:30 با من محمد سجاد یاسا. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور پیش از شاشت امروز با شرف الدین امام سفیر تاجکستان در کابل دیدار کرد. دفتر رسانه‌ای وزارت خارجه با نشر خبرنامه میگوید که در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و کنسولی به شمول تطبیق دوامدار موافقتنامه انتقال محکومان به حبس میان دو کشور و دیدارهای رسمی مقام‌های افغانستان و تاجکستان از کشورهای همدیگر بحث و تبادل نظر کردند. افراد وابسته به گروه طالبان حدود 40 تن از غیر نظامیان را در روستای میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل به شهادت رساندند. والی سرپل میگوید که در میان شهدای این رویداد زنان و کودکان نیز شامل هستند. والی سرپل میگوید که در نتیجه درگیری ها شمار زیادی از باشندگان این روستا بیجا شدند. وی از حکومت مرکزی خواست که به وضعیت بیجا شدگان رسیدگی کند. افراد وابسته به گروه طالبان با انجام حملات تهاجمی بر روستای میرزولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل پس از تصرف این روستا شماری از منازل مسکونی را به آتش کشیدند. ظاهر وحدت والی سرپل می گوید که افراد این گروه حدود 40 تن از غیر نظامیان را به شهادت رساندند که زنان و کودکان در میانشان نیز شامل است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل می گوید که نیروهای مستقر در ولایت سرپل به هدف سرکوب حراس افغانان به ساحه اعزام شدند. آقای وحدت می گوید هرچند درخواست کمک هوایی و زمینی را از ارگانهای امنیتی مرکزی کردند، اما تا کنون حکومت مرکزی به کمک آنان نرسیده است. وی میگوید که بیشتر باشندگان این روستا در نتیجه درگیری‌ها بیجا شده و به مرکز ولسوالی صیاد و مرکز شهر پناه آوردند. وی از حکومت مرکزی خواست که به وضعیت بیجا شدگان رسیدگی فوری کند. وی همچنان از حکومت مرکزی خواست که برای بازپسگیری این روستا نیروهای هوایی و زمینی را به این ولایت بفرستند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفته است که پاکستان علیه گروه‌های تروریستی که امنیت افغانستان را تهدید می‌کند با جدیت عمل نکرده است. مک مستر همچنین گفته است هرچند پاکستان تلفات در راستای مبارزه با تروریسم متحمل شده، اما برخورد آن کشور گزینشی بوده است. با این حال معاون سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید که افغانستان انتظار دارد تا آمریکا در مورد راهبرد تازه خود در قبال افغانستان مسئله حمایت پاکستان از تروریسم را به عنوان یک چالش عمده در نظر گیرد. مک‌مستر مشاوره امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته است دونالد ترامپ واضح کرده است که دیگر هیچ نوع حمایت از طالبان و سایر گروه‌های مرتبط از سوی پاکستان برای دولت آمریکا قابل تحمل نیست. ریاست اجرایی حکومت اظهارات مک‌مستر را برجا می‌داند و می‌گوید که باید در راهبرد تازه واشنگتن در قبال افغانستان مسئله حمایت پاکستان از تروریستان به عنوان یک چالش عمده در نظر گرفته شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که افغانستان همواره از آمریکا خواسته است تا به هدف مبارزه مؤثر با تروریسم بر پاکستان فشار وارد کند.
مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا در صحبت با یک رسانه آمریکایی گفته است قصر سفید می‌خواهد که شاهد تغییر حمایت پاکستان از طالبان باشد. آقای مستر همچنان گفته است که پاکستان باید از حمایت طالبان دست بردارد. با این حال وزارت دفاع ملی افغانستان نیز تاکید کرده است تا زمانی که پاکستان از حمایت گروه‌های تروریستی دست بر ندارد مشکل است که جنگ در افغانستان پایان یابد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفته است که اگر جنگ افغانستان تنها با طالبان می بود و ریشه در داخل افغانستان می داشت، سالها پیش طالبان از میان برداشته می شدند. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از افزایش درآمد مواد مخدر در افغانستان خبر داده است. در یک گزارش تازه بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته شده است که درآمد مواد مخدر در سال 2016 میلادی نزدیک به 2 برابر افزایش یافته است. در گزارش سیگار همچنان آمده است که کشت تریاک و تولید مواد مخدر در افغانستان زمینه دوام جنگ را در کشور فراهم کرده است. در گزارش سیگار گفته شده است که درآمد مواد مخدر افغانستان در سال 2016 میلادی به 3.2 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که عواید سال 2015 میلادی کمی بیشتر از 1.5 میلیارد دلار بوده است. همچنین در این گزارش سیگار که به تازگی به کنگرس آمریکا ارائه شده آمده است، درآمد کشت و تولید مواد مخدر در 6 ماه اخیر سال روان میلادی نسبت به زمان مشابه پارسال 1.4 میلیارد دلار افزایش داشته است. جان سبکو بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که کشت تریاک و تولید مواد مخدر در افغانستان زمینه دوام جنگ را در کشور فراهم کرده است. آقای سبکو گفته است که این مسئله سبب شده است تا دولت افغانستان مجبور شود صدها میلیون دلار به منظور جلوگیری از جرایم مرتبط به مواد مخدر و تداوی معتادان مصرف کند. وزارت مبارزه با مواد مخدر روز گذشته اعلام کرد که هزینه مبارزه با مواد مخدر به مراتب پایین تر از هزینه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور، منطقه و جهان است و به همین دلیل دولت افغانستان نمیتواند با درستی با این پدیده مبارزه کند. این در حال است که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز میگوید که گزارش های رسیده به این وزارت نشان میدهد کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سال جاری نیز در کشور افزایش خواهد یافت. با گفته مسئولان این وزارت تقاضای مواد مخدر در جهان افزایش یافته است و از سوی هم کمک هایی که برای مبارزه با این پدیده از سوی جامعه جهانی در افغانستان در نظر گرفته شده کاهش یافته است. بیش از 30 فرد وابسته به گروه طالبان در پی عملیات قطعات خاص پلیس در ولایت بغلان کشته شدند. دفتر رسانه‌ای وزارت امور داخله با نشر خبرنامه میگوید که این عملیات به هدف سرکوب طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و تا اکنون 16 روستا در این ولسوالی از حضور افراد وابسته به این گروه پاکسازی شده است. به اساس خبرنامه در این عملیات همچنان 29 فرد وابسته به طالبان زخم برداشتند و مقدار سلاح و جنگ‌افزار آنان از بین برده شده است. وزارت تحصیلات عالی با تاکید بر تامین شفافیت در روند اخذ آزمون کنکور میگوید که آزمون کنکور سال 1396 شفاف ترین روند در تاریخ کشور است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که در این روند تخطی ها نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافته است. به گفته وی میزان اشتراک دختران در روند کنکور نیز افزایش یافته است. وی همچنان بر معیاری سازی نصاب تحصیلی در کشور تاکید کرد. شرح بیشتر از امرالله احمدی. وزارت تحصیلات عالی طی همایش از 2 جوان اول نمره عمومی کنکور تقدیر کرد. سرپرست وزیر وزارت تحصیلات عالی با تاکید بر اینکه کنکوری سال 1395 برای سال تحصیلی 1396 شفافترین روند در تاریخ کشور است. وی میگوید که در روند آزمون کنکور امسال تخطی ها به نصف کاهش یافته است. به گفته ای وی میزان اشتراک دختران در روند کنکور سال تحصیلی 96 از 30% به 40% افزایش یافته است. در کنکور سال جاری واقعا شما شاهد حال بودین که از سالهای قبل این شفافترین پروسه بود در تاریخ افغانستان.
و در این پروسه در سالهای قبل ما در حدود بیشتر از 2000 تخطی داشتیم، یعنی 2300 چند تخطی بود و امسال این خوشبختانه بسیار زیاد کم شده که به 110 تخطی آمدن. این شما ببینید که ارقامش چقدر کمتر شد. سرپرست وزیر وزارت تحصیلات عالی نظام تحصیلی بی کیفیت را از چالش های عمده در نظام تحصیلی کشور می داند و می گوید که باید سیستم تحصیلی کشور به گونه جدی بازنگری شود که به شمول نصاب تحصیلی که واقعا یک سلسله مشکلات است، ما می خواهیم که نصاب تحصیلی را قسم معیار بسازند که محصلین ما و جابده مارکت باشه و محصلین ما بتوانند در وقتی که فارغ میشن به وظیفه بیشتر و خوبتر جذب شوند. در حال وزارت تحصیلات عالی از شفافیت در روند عقد کنکور امسال سخن میزند که همه ساله با اعلام نتایج کنکور انتقاد از سوی متقاضیان بالا میگرفت و وزارت تحصیلات عالی را به خیشخوری در برخی از موارد متهم میکردند. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث در نظر دارد که پس از رایزنی با متخصصان و کارشناسان راهبرد ملی مبارزه با حوادث طبیعی را تدوین کند. این وزارت به همین هدف کارگاه آموزشی دروزه را با حضور نمایندگان نهادهای خارجی، شبکه آقاخان و شماری از استادان دانشگاه در کابل برگزار کرده است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که این وزارت در سال جاری برنامه‌های فصلی برای پاسخگویی به حوادث طبیعی دارد. وایس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث از کارکرد حکومت در زمینه عدم برنامه‌های عملی برای کاهش مبارزه با حوادث طبیعی در سال‌های اخیر انتقاد می‌کند و می‌گوید که حکومت در 15 سال اخیر کمترین توجه را در زمینه برنامه عملی ملی به هدف کاهش حوادث طبیعی در کشور انجام داده است. آقای برمک می‌گوید که آنان در کارگاه دوروزه ملی مشورتی در چارچوب برنامه کاهش خطرات حوادث با کارشناسان و استادان دانشگاه روی چگونگی دسترسی به یک راهبرد ملی به هدف کاهش حوادث طبیعی رایزنی و بحث خوان کرد. آقای برمک تأکید می کند که راهبرد ملی حوادث طبیعی سبب خواهد شد تا میزان خطرات و تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی کاهش یابد. وایس احمد برمک با اشاره به آمادگی های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در سال جاری می گوید که این وزارت برای آسیب دیدگان مواد خوراکی و غیر خوراکی خواهد رساند. ایران آغازگر نقض توافق هسته‌ای نخواهد بود، اما در برابر بدعهدی‌های آمریکا در اجرای این توافق ساکت نخواهد نشست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنان در مراسم تحلیفش با بیان این سخن گفته است که گرچه تاکنون گره‌های زیادی از اقتصاد کشورش در حوزه تحریمی گشوده شده، اما بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام غیر قابل اعتماد بودن آمریکا به عنوان شریک و حتی طرف مذاکره را برای جهان و حتی متحدین دیرین امریکا به اثبات رسانده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که روز شنبه به صورت رسمی دوره دوم فعالیت خود را آغاز کرد، امریکا را متهم به تلاش برای از بین بردن توافق هسته ای ایران با قدرت‌های جهانی کرد. این در حالی است که هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد. مقام‌های ایرانی در واکنش گفتند که به این تحریم پاسخ متناسب خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام توییتری خود از تحریم جدید علیه کره شمالی استقبال کرده است. آقای ترامپ نوشته است که قطعنامه سازمان ملل بزرگترین بسته تحریمی علیه کره شمالی است که بیش از 1 میلیارد دلار زیان اقتصادی به این کشور وارد می‌کند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تحریم جدید علیه کره شمالی را تصویب کرد که هدف آن فشار اقتصادی بر این کشور برای توقف برنامه هسته‌ای این کشور است. این قطعنامه که توسط آمریکا پیشنهاد شده بود، هدف اصلی آن کاهش درآمد کره شمالی برای صادرات زغال سنگ، سنگ معدن و دیگر مواد خام است که عمدتاً به چین صادر می شود و منبع اصلی تأمین منابع نقدی پیونگیانگ به حساب می آید.
قطعنامه جدید تحریم کره شمالی در شرایط توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که چین شریک بین المللی کره شمالی نیز به آن رأی مثبت داد. ماهیگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای تعطیلی یک بار دیگر وی را رسانه‌ای کرد. رئیس جمهور روسیه در این تعطیلات به امور شخصی خود از جمله ماهیگیری و ورزش‌های آبی پرداخته است. به گزارش رسانه‌ها وی برای تفریح و ماهیگیری در مسیر سفر به آسیای دور در خاک روسیه چند روز در منطقه جنوب سایبری توقف کرده بود. این اولین بار نیست که تصاویری از ورزش کردن رئیس جمهور روسیه رسانه‌ای می شود. پیش از این نیز وی به ورزش‌های چون جودو، آب‌بازی، اسب‌سواری، هاکی روی یخ و پرواز با پرندگان را آزمایش کرده بود. اما از سوی دیگر پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز نیروی هوایی این کشور را با سوار شدن بر یک جت جنگی گرامی داشته است. رئیس جمهور اوکراین حدود 200 کیلومتر از منطقه نزدیک پایتخت اوکراین را با جت جنگی میگ-29 پرواز کرد و در یک پایگاه هوایی در نزدیکی روستای هاوروشیوکا فرود آمد. مجلس تازه تأسیس مؤسسان ونزوئلا و حامی دولت یک روز پس از شروع به کار در اولین اقدام خود لوئیس اورتگا دادستان کل ناراضی و مخالف دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور را از کار برکنار کرد. بسیاری از منتقدان نیکولاس مادورو و دولت او نهاد تازه تأسیس مجلس مؤسسان را که می تواند پارلمان را منحل و قانون اساسی ونزوئلا را تغییر دهد پیش درآمد برای افزایش اختیارات و دیکتاتوری های آقای مادورو میخوانند. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که با تأسیس مجلس مؤسسان اقتصاد سر و سامان خواهد یافت و آرامش به این کشور باز خواهد گشت. از سوی هم رئیس مجلس مؤسسان ناراضیان دولت را فاشیست میخواند و میگوید که خشونت جاری در کشورش نتیجه دخالت خارجی است. در سوپرجام آلمان دو تیم بایرن مونیخ و بورسیا دورتموند در ادونا پارک به مسافه هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی بایرن مونیخ و قهرمانی این تیم به پایان رسید. این بازی در 90 دقیقه به تساوی 2-2 به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی بایرن مونیخ با نتیجه 5-4 به پیروزی رسید و قهرمان شد. در ادامه هفته نخست رقابت‌های لیگ فرانسه 6 دیدار برگزار شد که در حساس‌ترین بازی تیم پاریس سن ژرمن توانست با نتیجه 2-0 بازی را به سود خود به پایان برساند. در دیگر بازی لایون شروع مقتدرانه داشت و توانست با 4 گل استرایک